لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته الذي ذلت له رقاب الجبابرة وخذت لدي أعناق الأكاسرة الذي لا ملجا بلا من جاء منه إلا ولا إعانة إلا به ولا اتكاء إلا عليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل السفراء هود السبل منجي البشر خاتم الأنبياء مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الريح وطهرهم تدهيرا الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء علي بن الحسين زين العابدين الناس في زماننا على
سبقاك أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير وشاء أما الأسد فملوك الدنيا يحب كل موهب أن يغلب بلا يغلب وأما الذئب فتجاركم يذمون إذا اشتروا ويمدعون إذا باءوا وأما الثعلب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم ولا يكون في قلوبهم ما يسفون بألسنتهم وأما الخنزير فهؤلاء المخنثون وأشباههم لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا وأما الكلب فهؤلاء الذين يهرون على الناس بلسانهم ويكرمهم الناس من شر لسانهم وأما الشاة فهؤلاء المؤمنون تكسر عظمهم وتجز شعورهم وتؤكل لحومهم فكيف تصنع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير صدق مولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه صلوات امام چهارم فرمودن مردم در عصر و زمان ما به شش دسته تقسیم میشن. یک دسته از مردم مثل اسد و شیرن، یک دسته از مردم مثل ذئب و گرگن، یک دسته از مردم مثل ثعلب و روباهن، یک دسته از مردم مثل خنزیر و خوکن، یک دسته از مردم مثل کلاب و سگان، یک دسته از مردم مثل شات یعنی گوسفندان. این اجمال مطلب، اما تفصیلش. اما الاسد فملوک الدنیا، اما اونهایی که مثل اسد و شیرن فرمود اینها زماندارهای امور دنیای شما مردمن. اینا چرا شیرن؟ به چه مناسبت؟ سه شب من راجع به این جمله بحث میکنم. عرض کردم علماء حیوان شناس میگن در میان حیوانات حیوانی به مثل شیر ریاست طلب، جاه طلب، مقام طلب، شخصیت طلب نیست. حاضر پای این ریاست و مقامش تمام حیوانات له بشن، نابود بشن، اما ریاست و مقام اون له و نابود نشه. یک دسته از مردم
در محیطی که زندگی میکنند و دنبال ریاست و مقامی میرن با این روح میرن، به قدر این ریاست و جا به زائقشون مد کرده که تلخی این ظلم ها، این تعدیات، این تجاوزات، این ستم ها اصلا منصرفشون نمی کنه از علاقه به این ریاست و مقام. گاهی می شود آدم دنبال یه برنامه هایی میره، ظلم میشه تو برنامهش، تعدی میشه، اما هدف شهوته. گاهی میشود انسان ظلم و تعدی و تجاوز میکنه، هدف در آوردن پوله. گاهی انسان ظلم و تعدی و تجاوز میکنه، اما هدف مقام و ریاسته. پولم گیرش نیاد غمش نیست، به شهوتی هم دست پیدا نکنه و شهوت دانی طورش نیست، فقط این بالا بشینه فرمون بده. بعضی ها اینطوره، حاضر نیست هیچ صاحب صدایی صدا کند در گوشه و کنار مقام و ریاستش. حتی ابر رو آسمون، ابر داشت قرش میکرد، یه وقت آرون سرش رو از کاخش در آورد، گفت چه خبره تو اینقدر بالا سر من داری داد میزنی؟ هر کجا میخوای بباری ببار، هر جا بباری تو زمین منه. مطالب راجع به این دسته اول بس، چون چند شب دیگر که از عمر این محفل محترم باقی است، دلم میخواد در تتمه حدیثم سخنانی راجع به هر فصلش گفته باشم هر شبی، و این حدیث رو جمعش کنم. و اما زفت و جاركم یضمون اذا اشتروا و یندهون اذا باعوا. امام چهارم میگه یک دسته از مردم اینا مثل گرگن. اینا کیان؟ اینا یک مش از آیون کسبه و تجار و معامله کنان، البته نه همشونا که به همتون بر بخوره. و اما فتجار کن، چرا یک عده از آیون تجار و کسبه و بازاریا و خیابونیا و معامله کنا و اینا که تو داد ستدن، اینا را تشبیه به گرگ کرده امام؟ مگه گرگ چه حیوانیه؟ علماء حیوان شناس راجع به صفات گرگ چی میگن؟ بنده رفتم خوندم، دست به کرده تحویلت میدم. یکی از صفات گرگ اینه، اگر حمله کند یه دونه گرگ به یه گله گوسفند، اگر توپان به دادی گله نرسد، یه دونه گرگ 200 گوسفند رو خفه میکنه. شما به این گرگ بگید آجون خورات شما مگه چقدر؟ میگه نیم منگوش، یه منگوش، دو منگوش. خوبه؟ آقای گرگ خوراک چقدر؟ میگه دو منگوش. خوبه؟ شمایی که دو منگوش میخوری سیر میشی، چرا 200 گوسفند مردم رو خفه کردی؟ میگه برای که من به اندازه خوراکم قانع نیستم. هر کس اندازه خوراکش قانع نیست و تو وادی کسب و کار و تجارت از نظر آقا زین العابدینی گرگه. من یه حساب میکنم، میگم آجان خرج خونت روز چنده؟ مردم فرق میکنن، یکی روز 2 تومن، یکی روز 2000 تومن. شؤونات مردم فرق میکنه، رفت آمد مردم فرق میکنه، انتظارات دور و بریای آدم فرق میکنه. یا عرض چیه؟ همه نمیتونن روی منوال مخارج داشته باشن. کارگر یه کارخونه مای 270 تومن 300 تومن بهش بدن بسش، حساب کارخونه مای 300000 تومن خرجشه. حالا نه یه آدم عادی خیلی اجوری هم نه ایجوری هم نه، بگو روزی 100 تومن خوبه؟ ماش میشه چقدر؟ 3000 تومن. سالی هم 12 ماه، 12 تا 3000 تومن چقدر میشه؟ بی چتکه 36000 تومن. چقدر عمر کردی؟ بگو 30 سال. 50 سال دیگه میخوای زنده باشی، سالی هم 36000 تومن خرجتی. 50 به 36000 تومن چقدر میشه؟ 1,800,000 تومن. 1,800,000 تومن مال 50 سال بعد، یعنی 1,800 تا سگ تضمین شده 1,000 تومنی. اگر 1,800 تا سگ تضمین شده 1,000 تومنی که میشه 1,800,000 تومن، امشب توی پاکت کردن آوردن در خونت دادن، خرج تا اون ساعت آخری که زنده ای سای 36,000 تومن بناتو خرجون باشه دیگه، درسته؟ 1,800 تا سگ تضمین شده اولا در خونت دادن، فردا زور
یه مشتری اومده در مغازه از سفر نیم قند میخواد به قرار یه سی شایی توش بود نفت داره همش. مؤذن وقتی گفت الله اکبر تو حاضری از این مشتری بگیری بریم افطر نماز تو بخونی؟ پس تا هم که بنده خوراک قانه نیستی که پس تا هم گرگی خوراک تا ساعت آخر عمر تو بهت دادن باز میدوی مگه میتونی قانه بشی؟ موسی بن جعفر علیه السلام یه حرف خیلی عالی داره اینجا میگه مردم اینقدر دنبال دنیا ندوین به جهت اگه هر چی بدوین مثل آب دریاست. مگه آب دریا چی جوره؟ هر آبی تو دنیا یه لیوانش رو بخوری یا تشنگیت کم میشه یا تموم میشه. اما غیر آب دریا یه لیوانش رو اگه بخوری یا تشنه تر میشی، لیوان دوم تشنه تر میشی، لیوان سوم تشنه تر میشی، لیوان پنجم تشنه تر میشی، لیوان دهم تشنه تر میشی. یعنی وقت کار به جایی میرسه این معده تا از پرآبی میپکد اما لبت از تشنگی میمیرد. سیرابی معلومه. 10,000 تومنت بدن تشنه تر میشی، 100,000 تومنت میدن تشنه تر میشی، 1,000,000 تومنت میدن بیشتر میدوی، 10,000,000 تومنت میدن بیشتر فعالیت میکنی، 100,000,000 تومنت میدن 5 تا دیگه کارخونه نسیه میاری. الا ای حال اینقدر میدوی تا هلاک شی، آخرش هم از غم و غصه که چرا چیک و ندارم میمیری. دنیا این راست میگه موسی بن جعفر. و اما فتجار کم یدمون ازشترو و یمدهون ازاباو. یک تک تاریخ جالب امشب میخوام براتون بگم، اگه حواساتون اینجا باشه خیلی جالبه. در این موضوع اینقدر پول و دنبال دنیا دویدن اسیرت نکنه. بیا به این تکه تاریخ توجه کنین تو دنیا چه خبره. کجایی؟ عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم علی نبی نابهالی و علیه السلام یه رو اومد بره با یه مجد حواریونش، یه وقت رسید به یک گنجی، زمین شکافته شد، گنج هویدا شد. یکی از برنامه هایی که زمین داره برای عیسی این بوده که هر جا عیسی ابن مریم میرد یه گنجی بود از زمین شکافته میشد، خودشو عرضه میداد، میگفت آقا همینی که من دارم در اختیار شما. برای عیسی دومی هم این کارو میکنه، یعنی حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه. برای به هر نقطه ای از نقاط زمین پاشو بیداره حضرت مهدی ها، جنجی باشد و جواهری، خودنمایی میکنه زمین تو طبق اخلاصی. عیسی ابن مریم با یه مجد حواریون اومد بره، رسید به یه جنج اینجوری، یک وقتا جواهرات، طلا، نقره، اوزا، گوهرا، آقا دوروبریاش تا چیش میتون به یه خورده طلا و نقره و جواهر افتاد پاشون شل شد. بعضی ها دین دارن اما تا چشمشون به بعضی از پولا نیفتده باشه و طلاها و جواهر ها. با عیسی داری میری؟ پول چیه؟ جواهر چیه؟ برو سل شد. عیسی ابن مریم گفت چرا نمیاد؟ گفت آقا خیلی طلاهای خوبی ها، جواهر خوبی ها، بردار پس بیا بری. عیسی ابن مریم هر چه اصرارش کرد فرمود شما همینجا بشین، من میرم یک جند و یک جواهری از این بهتر برات میارم. گفت بفرما. عیسی ابن مریم اومد وارد شهر شد و تو خیابون و تو کوچه و در یه خونه معین در زد. یه پیرزنی اومد عقب در. کیه؟ گفت من یه آدم غریبی ام تو این شهر، ممکنه میشم منو تو خونتون راه بدید بخوابم؟ گفت نه. گفت چرا نه؟ گفت برای اینکه سلطان این شهر قاعده و قانونش این علی یه غریبی وارد این شهر شد اونو گردن میزنه. گوه اگه کار به کار دنیاش داشته باشه میکشدش، من مو دماغش نیستم، بذار هر ظلمی میخواد بکنه بکنه. گوه بیا تو. رفت تو، تو اتاق راش. این پیرزن یه پسری داشت خارکند، خاراشو فروخته، پول کرده، نان و گوش خریده، اومده خونه، دم غروبه. یه وقت میبینه که این مادر پیرزنش هی میره تو اتاق میاد. گو مادر تو خبری؟ گو یه مهمون عزیز داریم اونجا، برو بشین باجه حرف بزن تا من غذا درست کنم بیارم بخوریم. آقا رب نشه. عیسی ابن مریم نمیدونن عیسی، نمیدونه چه مهمونی داره، نمیدونه این مهمون کیه. یک نگاه کرد به قد و بالای پسره، گفت پسر جون
دردی تو دلت داری نمیخوای به کسی بگی؟ گفت نه. گفت من طبیبم، از طبیب درد و پنهان نکنم، ضیافه شناسم، نگاهت بکنم میفهمم چته چته. گفت چیزی نیست. گفت میگم چته. گفت آه میگم چیزی نیست. پسر یک خوش از من پهلو مادرت. گفت مادر این مهمون ما به ما چسبیده میگه چته، دردی داری فلان، اصراری داری بنده خدا. گم مادر جان برو دردتو بهش بگو، شاید خدا اینو فرستاده باشه این درد تو رو درمان کنه، ما هم خوشحال میشیم. پسر آمد میشه تو اتاق مقابل عیسی، اما نمیدونه عیسی. عیسی ابن مریم گفت آقا جون چته؟ گفت آقا من یه پدری داشتم خارکن بود، منم شغل بابامو پیشه خودم کردم، خارکنی میکنم. خارکنی آره، ننگه، نه والله، بیکاری، بیاری، الوازی، عرق خوری، شراب خوری، نسیه آوردن، مال مردم ندادن، اینا ننگ. کناسی اگه آدم بکنه دا کار بکنه ننگ می، آب و حوض میکشیم افتخاره، کار افتخاره. گفت آقا جان مهمون عزیز، من یه بابایی داشتم خارکن بود، بابام مرد، شغل بابامو پیشه خودم کردم خارکنی. یک روز در میان بیابان هوا گرم بود، با رفقا داشتیم خار میکندیم، یک وقتی دیدم از اون دور گرد و غبار بلند، یک عده سوار دارن میان تو محملان جستن. گفتم اینا کیان؟ گفتن کوکبه جلالت مآب دختر سلطان را میخوان ببرن فلانجا برای اسکی بازی. گفتم خیلی اتفاقا آمدن از جلو ما رد بشن. یه بدشانسی ما دیدیم این دختر سلطان همین که نزدیک ما شد و دستش آورد پرده محمل رو زد عقب، سرش رو از دریچه محمل در آورد، این صحنه صحرا رو یه نگاهی بکنه، خیلی دختر زیبا بود. من یه نگاه به دختر سلطان کردم، علاقه من شدم، بیچاره شدم، همینجور گرفتار شدم. یه جوون خارکن کجا بود، پس دختر سلطان کجا؟ هی میگی درد تو بگو. خب گفتم حالا تو میتونی چیکار کنی؟ هی میگه بگو. خب بیا مهمان عیسی ابن مریم. گفت آی مهمون عزیز، امشب اومدی خونه ما شام ما رو بخوری، میخوای یه چیزی بگی ما خوشمون بیاد؟ یه حرفیه به الله، پسر خارکن کجا و دختر سلطان کجا؟ گفت تو برنامه ما خلاف واقع نیست، همینی که میگم همینه. گفت شام تو بخور. شام تو خورد و شب صبح شد و عیسی ابن مریم دید پسره داره وسایلش رو برمی‌داره صحرا. گفت کجا میری؟ گفت میرم خارکندن. گفت سر کنی نه، حرف حرفه. گفت چگاه کنم؟ گفت با همین لباس های پاره پاره خارکنی بری طرف کاخ، سربازه گارد میان جلو، میگن اومدی چگاه کنی؟ بگو من میخوام حضور شخصی سلطان برم. هی میگن نمیشه، حرف تو بگو. بگو نه، کاریه که واسطه وزیر نیست، پیش خود سلطان میری، سلطان میگه چگار داری؟ بگو مدام برای خواستگاری دختره. هر چی گفت بیا من بگو. گفت چه؟ آقا این پسر با خودش فکر کرد انداز بر انداز شد. حالا میریم یا میشه یا نمیشه دیگه، اگه شد که شد، نشد همه سرمت شد. او وقت میریم دوباره خارکنیمون. رفتی دامه جلو کاخ، برو کنار، چه کار داری اینجا وایسیدی؟ من میخوام حضور خود سلطان برسم. حرفت چیه؟ گفت واسطه وزیری، خودم باید بگم. دو سه ساعت معطلش کردن جا نمیره. رفتن به شما گفتن که بابا یه کسی یه اینجوری میخواد حضور خودت برسه، اجازه میدی بیاد؟ تو گفت بگیم بسیم چی میگه. یه وقت نگاه کردی یه پسری جلنگوری داره میاد، لباس ها عجیب غریب، این چه کار خصوصی داره با ما؟ آمد تو کاخ، اونم لم داده رو تختش رو داره اون کرم و رفاش میخوره. گفت چی میگی بفر؟ گفت چه قربان، آمدم برای خواستگاری دختر. چی آقا؟ آمدم برای خواستگاری دختر. گفت دختر من؟ گفت بله. یه دفعه یه فکر اومد تو مغز سلطان. سلطان تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. آی فکر عوض کن، آی دل منقلب کن، آی جاده صاف کن، آی خدا. یه وقت سلطان گفت آجان مگه دختر سلطان مجانی میشه؟ گفت ما چرا بگیم نه، دلش بشکنه. یه سنگ بزرگی جلو پاش میندازیم که نتونه برداره. گفت آجان مگه مجانی میشه؟ گفت چی میخواد؟ گفت یه طلب جواهر. این برگشت اومد خونه، گفت که قربان تا اینجا که شما فرموده بودید شد، اما سر گاف تو خمره گیر کرده. گفت چطور؟ گفت این مرد چه خیلی زیاد. گفت میگه یه طلب جواهر. گفت یه طلب جواهر؟ گفت برای. گفت مانی نداره. گفت چطور مانی نداره؟ گفت شما طلبش رو میتونید بیاری؟ من باقی درست میگم والا هر چی بشه تهیه میکنی. آقا ربی برابر بیچاره خورده زد یه طبق شکسته بسته برداشت برد و عیسی ابن مریم یه مشتی سنگ ریزه ها و شن ریزه ها ریخت تو سرش، بلند کرد طرف آسمان. گفت خدا جواهره رو تو جواهرش کردی،
لعلم تو لعلش کردی، گوهرم گوهر نبود تو گوهرش کردی، قدرت داری سنگ ریزه هارم جواهر کنی. اجازه میدید امشب تو پرانتز یه تکه بگم؟ خدا این مردم میگن سلمان و تو سلمانش کردی، عبیدره رو تو عبیدرش کردی، مقداده رو تو مقدادش کردی، حر گناهکار و تو وادار به توبش کردی. اگه تو زیر بال اینا رو نمی گرفتی اینقدر کسی نمی شدن. آی خدا بیا امشبم ما را عوض کن، عوض جواهرمون کن، گوهرمون کن، لعلمون کن، قیمتیمون کن، با ارزشمون کن، کسی بشی. تمامی سنگ ریزه ها مبدل به جواهرات. یه تیکه پارچم گفت بندازوش بیچاره، یه تیکه پارچه کانه پاره هم پیدا کرد انداخت روش و طبقه رو گرد رو سرش اومد طرف کاخ، باز سربازه ایدم پسره اومد. چی میگی بابا؟ گفت برید به سلطان بگید پسره که رب گفتید یه طبق بیار طبقه رو آورده. گفت بگید بیا تو. آقا یک وقت سلطان دیدی پسره داره میاد با یه طبق کج و موج و یه پارچه پاره پوره و گفت خدایا تو طبق چیه؟ رفیق عزیز شکار داری به طبقه و پارچه روش؟ ببین تو طبق چیه؟ چیکار داری با آستین پاره مردم و قیافه کج و کوله مردم؟ ببین خدا چه جواهری را تو این پارچه پاره پیچیده. مبادا یه وقتی به چشم ذلت و خاری به کسی نگاه کنی، شاید همونی که به نظر تو کوچکه او یکی از اولیاء خداست. گفتا یار کرا خواهد و میلش به که باشد؟ گفت سرجان طبقه رو بده زمینم. طبقه رو بلاد پارچه رو برداشتید، عجب جواهراتی، یک دونه تو خودش نداره. گفت پسر جان یه طبق کمه. گفت چی آقا؟ گفت یک طبق کمه. گفت چند تا طبق میخواد؟ گفت 5 تا. گفت خب باشه، خب بله باشه، برای او که خرجی نداره باشه. گفت قربان فقط شما یک کار بکنید. گفت چی؟ گفت طبقش رو فقط به من بدین، باقیش طوری نیست. آقا طبقه رو خالی کرد برداشت و هی شندیده ها و یا الله و ورد و برو تا 5 دفعه. 5 دفعه خالی کرد، دفعه 5 سلطان پاشد نشست، شمشیرش رو از غلاف کشید گذاشت رو زانوش. گفت پسر جان؟ گفت آره. گفت یه کلمه ازت میپرسم، یا راست بگو یا گردن تو میزنم. گفت چی بگم من؟ گفت گنج یافتی؟ گفت نه. گفت جواهرات رو از کجا آوردی؟ قصه مهمونش رو براش گفت. سلطان فهمید مهمونش عیسی. گفت پسر جان برو همون مهمون تو برد بیار اینجا، دختر منو برات عقد. آقا رفت عیسی ابن مریم و دخترش عقد کرد برای این. گفت دیکارو بزنین رو بار، تمام مردم شهر رو امشب شام بدید به افتخار یه همسری. گفت شاده دومان نام ببریمش همون. الله گوش کنی تکه رو، الله خاک به سر این دنیا کنن، یه دفعه رو بهت میکنه همه میشن رفیقه، پشت بهت میکنه بچت میشه بیگانه. امان از این دنیا. این پسره خارکنه که نیم ساعت پیش اگه میرفت سر عموم راش نمیدادن ها، حالا چون گفتن داماد سلطانه 10 تا جلو و عقب ریختن اونجا، آقا جامدار اومد، همومی آمد، دلاک اومد، آبدار اومد، همه ریختن آقا بفرمایید تو بردنش تو هموم. نه آقا زیر دوش نرن، آبش سرد و گرم میشه، آقا مریض میشن، همینجا آب ملایم میکنیم میریزیم گوش. آقا ریختن روش و یه قردخیزش گردن و 4-5 تا دلاک ریختن، هر کدوم یه سنگ و پا برداشتن و بردن جلو. یکی سنگ و پا برم داره به پاش میماله درست کنه، یکی به دستش، یکی به لباش، یکی به ابروش. قوقایی شد آقا، 4-5 تا سنگ و باب و درست شردن و جور. و آقا یک دست لباس سلطنتی هم از دربار رو بردن سر همون با اسب سواری مخصوص شاه. این پسره رو سوارش کردن و یه عده جلو و عقب اسکورت رو آوردنش طرف کاخ. هجله ای درست کردند و دختر رو میان هجله و 2 ساعت گذشت. سلطان به درد دل مبتلا شد، هرچه دوا و جوشونده خوب نشد مرد. آمدن پشت در، در زدن، دختر بیا بابات حالش هم خورده. دختر آمد تبلک بیرون، دید باباش مرده، عیششون عزا شد. گریه و ناله و سلطان و غسلش دادن، کفنش کردن، خاکش کردن. فردا صبح ملت اومدن سر قبرش جمع شدن، پیرمردا و بزرگترا گفتن خب سلطان مرد، یه سلطان برای خودمون انتخاب کنیم. یه عده گفتن خوب همین نوداماد، همین پسره خارکنه که دیشب شب دامادیش بوده، همه بشینه رو تخت سلطنت جا پدر زنش.
جاش هم همینه بودی ریشینه، نه اینکه خیلی خوش پا قدم بوده. خب بله دیگه الا ایاله. اما نشست رو تخت سلطنه. فردا صبح ساعت 8 اول وقت اداری عیسی ابن مریم اومد تو کاخ. قبلت آهوی عالم امری نداری؟ یک وقت پسره خارکنه گفت آجان عیسی ابن مریم من نمیشناختمت، حالا شناختمت، من برای هر که قبلگاهی باشم واسه تو نیستم. گفت برای که من یادم نرفته خارکنی میکردم، خودمو گم نکردم. اگه به جایی رسیدی رفیقای سابق تو فراموش نکردی تو رازی؟ اگر به جایی رسیدی و فامیلای فقیر تو فراموش نکردی تو دین داری؟ پسره گفت یک سال ازتون میکنن. گفت ببرمایید. گفت کسی که به یه شبانه روز یه جوان خارکن و سلطانش میکنه، به یه شبانه روز دختر سلطان و عیال جوان خارکن میکنه، چرا خودش نون جو میخوره؟ گفت پسر جان دنیا وفا نداره. گفت چطور وفا نداره؟ گفت بازم میگی چطور؟ گفت آره. گفت دیرو شما کجا بودی؟ گفت تو بیابون خار میکندم. گفت حالا کجایی؟ گفت رو تخت سلطنت. گفت پدر زنت دیرو کجا بود؟ گفت رو تخت سلطنت. گفت حالا کجاست؟ گفت تو خونه قبر. گفت این دنیا وفا داره؟ گفت وفا نداره. گفت دیدی دیگه؟ نه. عیسی ابن مریم رو آفدید خدا به شما. پسره گفت بی خدا به شما منم دارم میام. گفت کجا؟ گفت دنیا وفا نداره. این عدو تک تاریخ های عتیقه ایه که تو ویترین حافظه من نگه میدارم و این زودی ها خرجش نمی کنم. خیلی قیمتیه. حالا آخرشو برات بگم این چی از کار در میاد. مجلس امشب هم از اون مجالس یادگاری باز بمونه. آیون عزیز برو این سلطنت، این نوع عروس، این مقام، این شهوت، این هدله. گفت نه دنیا وفا نداره. عیسی ابن مریم دست این پسره رو گرفت آورد پلو گنجه که شاگرداش نشسته بودن پلو طلاها دل نمی‌کندن. گفت گنجی که از این گنج بهتره، این جوونه، اگه انسان از گنج بگذره ارزشش از گنج بیشتره. یا از سلطنت گذر، یا از نو عروس گذر. آقایون به جایی هم رسید، حالا حظ کن. امام صادق میگه وقتی انشاءالله فرزندم حضرت مهدی بیاد، عیسی از آسمان چهارم با یه مشتی میاد پشت سر پسرم مهدی اقتدا میکنه، نماز میخونه، یکی از اونایی که با عیسی میاد همین پسره خارکنه. لذت بردی یا نه؟ کیف کردی یا نه؟ حظ کردی یا نه؟ بح 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 بح. خدا چه ذخیره هایی رو برای مهدی نگه داشته، خدا چه تحفه هایی رو برای ارباب نگه داشته. این دشت خوابگاه شهیدان است، فرصت شمار وقت تماشا را، دیدار دیدار تیر روزی نابینا، عبرت بسست مردم دینا را، عبرت بسست مردم دینا را. قرض داری امشب تو مجلس هست یا نه؟ مریض داری امشب تو محفل هست یا نه؟ گرفتار اینجا هست یا نه؟ ها جوانهای عزیز، پیرمردا، خواهرا، مادرا، السلام علی المعذب فی دار السجود. کاظمین رفتیم، آدم تو حرم زیارت میکنه، بعد دو رکعت نماز میکنه، بعد این سلامو، السلام علی المعذب فی قعر السجون و غلام المتامیر زشاق المرود بلغ الغیون والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار.
ای دیگر از وحشت زندون دل من شد بی تو، من که بیتاب شدم خانه صیاد خراب، حال کینسان زده برهم فلک اقبال من، غیر زنجیر نبرزد کسی احوال مرا، غیر زنجیر نبرزد کسی احوال مرا. یکی از اون روزهایی که جاشینه من کاظمین بخونم، امشب میخوام بخونم اینجا. 14 سال گوشه زندان بردنه، آیان پاهاشو تو کن کردن زنجیر بگردن، خدا 14 سال اجازه ندادن یه نفر بیاد ببینده، 14 سال ملاقات ممنوع. یک شب مسیب میگه دیدم آقا خیلی داره ناله میکنه، بگم ناله های شما عاشقاشم بلند کنم. های 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 خدا قسمت کنه انشاءالله یه سال بریم کاظمین، یه 10 سال تو صحنه تو جمعه منبر برن شما مرز ادب کنید همینجور. یه شب مسیب میگه دیدم آقا خیلی ناله میکنم و مضطربه، گفتم آجون چته، بگم چه گفت؟ یه وقت صدا زد مسیب به خدا دلم برای رضام تنگ شد. به 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 آفرین به این علاقه ها و ارادت ها و محبت های شما مردم. آی میخوام برم مدینه رضام رو ببینم، فاطمه معصومم رو ببینم، بچه هم رو ببینم. نمیدونم خدایی نکرده شما یا پیشامت کرده برای زندون باشی یا نه، تا نری نمیدونی چی میگم. صبح دشونی زندونی ها توی بندن توی اتاق هم میگن میخندن با هم، اما همین که نزدیک غروب میشد ها مثل گلای پژمرده هر کدوم میرن یه گوشه، هی بهش میگی چته، میگه نمیدونم الان بچه هم چیکار میکنن، میگی چته، میگه نمیدونم امشب زن و بچه هم چه میکنن، کجا هستن، چه جوره، نمیدونم. پیغمبر اکرم میگه هیچ ملتی تو دنیا به اندازه یهود منو اذیت نکرده، الانم یهودی ها بدترین ملتن برای اسلام و مسلمین، به حق موسی بن جعفر خدا ریشه یهودی ها رو مخصوصا اسرائیل رو از تو دنیا بکن. خدا هر که یهودی ها رو تقویت میکنه و کمکشون میکنه به هر عنوانی به حق زهرا ذلیلش گان. آیون از این جورن یهودی ها با مسلمان ها و پیغمبر اسلام. اون وقت هارون و رشید رفته موسی بن جعفر و دست یه یهودی سپرده، نمیدونی چه کار، سندی ابن صاحب یهودی بود، دست یک یهودی سپرده موسی بن جعفر رو، توجه کنید بگم، آقا رو زهرش داد، آقا رو مسمومش کرد، بعدی که آقا رو مسموم کردن آقا رو از میان زندان بیرون آورد، میان یه خانه خیلی تر و تمیز نزدیک زندان آقا رو جا دادن، رخت و خواب براش بند کردن، پاشو از تو کند و زنجیر در آوردن. این شیادا، این مرموزا، این حبت بازا، این مردم گلزنا، ببین چه میکنن. آقا را توی بستر تر و تمیز خوابوندن. بعد سندی ابن شاهد رفت دنبال یه مجد رجال شیعه بغداد، آیون آوردن، گفت آیون ببینید امام شما توی خانه و توی اتاق، مردم میگن امامون رو تو زندون کردن زنجیر بگردن، بابا اینا تبلیغات دروغه برای ما، چون آقا مریض شده میترسیم آقا بمیره، ترسیدیم مواد و فردا باز بگین اماممون رو کشتین، گفتیم بیاین ببینین حالش خوب نیست. خب آدم میمیره دیگه،
اگه یه وقتی مرد نگین تو زندون مرده، نگین آقا اونو کشتین. تمام شیعان دیدن آقا تو بستر خوابیده و تو اتاق بی خوبی، و این معنا رو سندی ابن شاهک برداشت نوشت، داد دست شیعه ها، گفت امضا کنید بگید ما رفتیم دیدیم جاش خوب بود تو اتاق و تو بزدر، و آقا مریض بود و خوده اگه مرد عجل طبیعی مرده. آیون تا شیعه ها خواستن پایی کاغذ رو امضا کنن، یک وقت آقا سرشو از تو بزدر بلند کرد گفت شیعه ها امضا نکنین، به خدا منو زهرم دادن. به 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 های غریب آقا، نه نه صداها از تو سینه ها درایی، های مظلوم آقا. به 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 علی ابن موسر رضا آقا، شما امشب برو بابات گریه کن، یار حال خوشی دارید الحمدلله، دلم خفقان داره قلبم ناراحته نمتونم این روزه را بخونم، اما امام زمانم شب این روزه را میخونم تو هم گریه کن آقا، زهرا جان تو هم الجم ناله کن. مگه چی میخوایی بخونی؟ کافی خدا وقتی آقا مگه گوشتو بگیری امشب؟ وقتی آقا گفت شیعه امضا نکنین اینا منو مسموم کردن، رنگ سندی پرید بدنش میلرزید از ناراحتی، دید با دست خودش رسوا کرد، این یهودی لامد عب عصبانی شد، شیعه هم گریه کنن پا شدن از میان این خانه بیرون رفتن، دستت رو میخوام تا 10 دقیقه برا آقا آزاد بگذاری امشب، این نالت هم همینجور یه حالی پیدا کنه امشب امام زمان لطفی بهت کنه. تو رو خدا گوش کن بگم، سندی ابن شاهک پا شد دنبال سر این شیعه ها بیرون رفت، ای آمد آمد تا در خانه رو بسیل آمدم، تو این خانه فقط آقاست و این یهودی، بگم یا نگم یا الله، بگم امشب یا نگم، این شیعه ها چه می کنن امشب؟ کافی زبونت لال نکن امشب، کافی امشب لا بلای این جمعیت سادات موسوی نشستن، بچه های موسو نجابرن، اینا طاقت ندارن بجنون، چرا ناراحت میکنی بچه های زهرا رو؟ یا الله یا الله، بگذار بگم همه داد بزنن همه ناله کنن، بشنوید بشنوید تو خدا بگم، الله سندی ابن شاهک رفت شیعه ها رو بیرون کرد در خانه رو بست، من نمتونم با صراحت بگم فقط با اشاره میگم، هرچه فهمید فهمید و هرچه علاقه داشت هر گرغاز بگنه، گوش کنید بگم، آیان سربزه میگم لا اله الا الله، سربزه میگم وقتی این مرد یهودی از پشت در برگشت طرف اتاق آقا بمیرم، مرحوم مفید نوشته تو دستش یه تازیانه بوده، ای غریب آقا، ای مظلوم آقا، ای خدا دیگه با این بدن لحیف و لاغر آقا چه کرد؟ این یهودی چه کرد؟ این لامد عب چه کرد؟ ای شیعه ها همینقدر بگم اینقدر اصاحی عدد کرد که یه وقت آقا داد میزد خدا حالا دیگه خلاصم کن، همه مقابل قبله بنشینید امشب با این صورتهای اشک‌آلوده، به به خدا گرفتارا اومده،
خدا حاج از من دا اومده، قرض دارم مریض دارم اومده، خدا گناه کاره اومده، خدا معصیت گارد اومده، خدا جداحت اومده. دستاتون رو بلند کنین درب آسمان، بلند بخونید پنج مرتبه همه با هم. اما یجیب المضطر عبادا و یکشف الضر، اللهم صل على محمد وآل